سلام و صبح تمامی شما و خیر ناظرین ولی در برنامه آغاز روز میزبان شما هستم و از سرخطهای روزنامه های داخلی افغانستان دیدیم و حالا مهمترین موضوعی که در این روزها در افغانستان هست مذاکرات و نشست افغانستان، پاکستان و چین و حالا در استودیو آقای بشیر احمد تایانچ عضو مجلس با ما هستند. صبح شما بخیر و در نخست به عنوان نخستین پرسش میخوایم بپرسیم که همواره مذاکرات و نشست در مورد افغانستان برگزار شده اما تاثیرات چندان بر افغانستان نداشته. شما آیا خوشبین هستین که دیدار بتانه تاثیرات خودش روی افغانستان داشته باشه و چه تفاوت هایی در دیدار شما احساس کردین؟ بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما همکارای شما مجموع بینندگان <applause> امیدوار روز خوب و خوشی را آغاز کرده باشن اول خب ما در 13 سال گذشته متاسفانه هدفی را که برای آوردن صلح دنبال کردیم در او هدف رسیده نتانستیم اما تجارب را تجارب و علاو تلخم باشه ما بدست داریم ما گزینه های مختلف را سرش کار کردیم و منتج به سلی را که ما میخواستیم و نشد دولت جدید با روی کرد جدید بالای گزینه های جدید کار میکنه که یقینا یکی از گزینه ها میتونه گزینه چین باشه که از دخت نظر تاثیرگذاری بالای پاکستان احتمال بهبود فضای و فضای شرایط سل را ایجاد بکنه خیلی خوب شما با... گفتین روی کرد جدید یعنی روی کرد قبلی هم آقای کرزای داشتن یعنی روی کرد حکومت وحدت ملی را متفاوتر میبینین نسبت به پلان که در زمان آقای کرزای وجود داشته چی چیزهای آسیب شناسی شما از او روی کرد بوده و حالا آیا مد نظر گرفته شده در روی کرد جدید که بتونه نتایج بهتر داشته باشه یا نه ما فکر میکنم رو کار جدید به این مانا قبلا رئیس جمهور کرزه زیادترین تلاش خوده یا به حساب سقل به فشار خود بالای پاکستان مستقیما خودش وارد کرد یا مثلا با پاکستان از الفاظ و ادبیات مختلف مراجعه کرد پاکستان رو برادر گو پاکستان رو خیلی کرد. رو کرد. رو را خیلی تشویق کرد طالبا را تشویق کرد سرای از رها کرد این تاریایی که گرفتار شده بودن به عنوان اصلا رها کرد یا از طریق کشور قطر کوشش کرد که با مذاکرات صلح پیش برده شود در دبی شما در جریان است این ملاقات با گروه طالبا شد یا خود طالبا یک تعدادی از طالبای میانه را آمدن کابل ولی روی هم رفته هیچ کدومی زحمات و تلاش های رئیس جمهور نتیجه نداد با شکل گیری دولت جدید رئیس جمهور محمد اشرف غنی سفری داشت به کشور سعودی می این یک کشور به حساب تاثیر گذار در بین کشورهای اسلامی در واقع یک برادر کلان را جایش را داره بازی میکنه از اونا برای آوردن سال خیلی تقاضای جدی و سریع داشت در این حال به چین سفر کرد در چین هم بس قبلا هم جمهور سفر کرده بود ولی بس رئیس جمهور برای موضوعات اقتصادی و تجارتی و به امکاری چین در ساختار زیربنا در افغانستان یک بخش مهمش آوردن سال و ثبات به چین در افغانستان و در بین افغانستان و پاکستان و در منطقه بود ما میخوایم یک مختار در مورد روابط چین و پاکستان چرا ما حالی امیدوار هستیم که چین میتونه یک چیزایی را در این عرصه بکنه میخواییم معلومات بتون به این مانا که پاکستان و چین در منطقه کشورهایی هستند که بیشترینه روابط حسنه را داشتند که در حدود 50 سال میشه که چین و پاکستان خیلی روابط صمیمانه و دوستانه داشته در این حال در دههای قبل یعنی تقریبا دشمن مشترکشان این گفته میشد یعنی تجربه جنگ را یک بار چین با این داره و پاکستان چندین بار داره هنوزم اینا اردو قدرت اتمی با یک دیگه مخالفت جدی دارن هر لحظه احتمال برخورد درگیری در بین چین اند پاکستان هست یعنی پاکست... جنبه مشترک دوستی پاکستان با چین هندستان هست مشترک با هندستان الوحیز... فکر میکنین این تاثیرات منفی روی, روی, روی روابط افغانستان با هندستان خواهد گذاشت ما, یا نه ما میایم نه تنها در مورد این دینا یک مقدار تفاوت یعنی وجه مشترک و دیدگاه مشترک دارن در این حال مبادلات تجارتی که پاکستان با این داره با این داره شما خبر هستین که به دلیل حمایت از افرادگرایی و موضوعات خود به حساب اقتصاد پاکستان مورد تعدید است و سرمایه گذاری قبلی آیا و یا کمک های قبلی که غرب بر پاکستان میکرد و کمکان نیست اقتصاد پاکستان در حال ورشکستگی است این را جبرانش را میتانه از طریق تجارت با چین جبران بکنه این سالانه دادستت تجارتی این با پاکستان در حدود 13 الى 14 الى 15 میلیارد دلار است که خود از ای یک رقم بسیار بزرگ است در این حال چین در ساعات مختلف در تامین تجهیزات دفاعی در انرژی اتمی در انرژی اتمی برق که برق, برق تولید میکنه در ساخت خطای آهند، در ساخت سرک ها در ساخت بنادر تجارتی سایر مسائل یعنی یک بسیار کلان یعنی از نقطه نظر اقتصادی هم دارند در این حال در این حال با وجودی که یک به حساب نزدیکی را با پاکستان داره در منطقه یک مختار شکل گیری در واقع سیاست با, با از سیاست امریکا هم هست چین کوشش میکنه که خودش منعیس بر قدرت سیاسی یا بر قدرت اقتصادی زور بکنه برای زی حضور طولانی مدت یا دوامدار یا گسترش اوزی نفوذ امریکا را یک مختار بر خود خطر احساس میکنه یکی از او چیزایی که به و آخر با اتفاق افتاد وی بود که رئیس جمهور امریکا اوباما با این آمد و از طرف صدر زمین خیلی استقبال شد اینا روی روابط مختلف صحبت کردن خود از یک مختار همین را هم پاکستان را اساس کرد یعنی این موضوعات هم یک،, یک, بحث بحث بعدی که چرا ما امیدوار هستیم چین یک چیزهایی را کده میتانه چین ضرورت به آرامش به منطقه داره خود می میفهمین که یک بخشی از مردم چین که در سیکیان یا در مو شمال غرب چین زندگی میکنن غرها که تعدادشان در حدود 300 میلیون نفر از اونا از شکلگیری نمی حکومت کمیونستی در چین حکومت کمونیستی خلق چین اینا مخالف ای رژیم بودن بارها سرکوب شدن حالی در بین از اونا امی رویه برلاوی که رویه جدای طلبی از رویه اسلامی هم هست اونا مسلمان هستند به حساب چین را منعیس بودایی ها اونا قبول ندارن از نقطه نظر عقیده و اندیشه اختلاف دارن بی و یا به حساب زیاد شدن افراتیت در منطقه افزایش افراتیت در منطقه میتونه زنگ خطر بر چین هم بوده باشه که اویغورها میتونه از طریق افغانستان با اونمود ایدیال یا عقایدی که داشتن به او برسن یعنی وست... تهدید داخلی هم چین داره و به دلیل یک از دلایلی بوده میتونه که میتونه تاثیرگذار روی وضعیت افغانستان باشه با... با... خب در... آقای تایان شما بله. تشریحات در مورد از نیازهای پاکستان به چین داشتین حالا اگر ما بپردازیم روی که چین با چی نیازها و همچنان چین نیت با پاکستان دوست است و نیت چین در دوستی با پاکستان چه تاثیرات روی اوضاع افغانستان و این نشست ها خواهد گذاشت یقینا پیشتر گفتیم چین رابطه نزدیک را با پاکستان داره در مذاکرات هم یک چیزی بر علاوه مای امیدواری ها مای نگرانی هم است که احتمالا تقاضاها و خواسته های پاکستان در مورد ایجاد سل آمدن سل شرایط پاکستان شاید در اولویت قرار بوده گپای پاکستان بیشتر از افغانستان بشنوه ولی ما فکر میکنم مالی دنیا یا دقل کشورهای منطقه احساس میکنن که ثبات در افغانستان ثبات در منطقه است یعنی بی نظمی و بدامنی در افغانستان احتمال داره که این بدامنی به حساب دامن از گسترده شود طرف چین گسترده شوه خود پاکستان حال امروز یک مختار مو در واقع برای خود را قربانی تروریسم میگه یک مختار از این آدم یعنی تصور کرده میتونه که خود پاکستان به تنایی با این پدیده به نام تروریسم و بنیادگرایی مذهبی مقابله کرده نمیتونه در این حال کشورهای آسیای میانه و روسیا و اینا هم نگران از آینده وضعیت به حساب آینده منطقه است بنابراین این موضوعات را چین حتما در مذاکرات با طرف جانب پاکستانی را گوشزد میکنه خودش چین پیشتر گفتیم که منایس یکی از ابر قدرت های اقتصادی و او کوش میکنه دسترسی به منابع و مواد خام داشته باشه که نسبت به هر جای دنیا از برزیل از افریقا از هر جای دنیا کرده افغانستان نزدیک ترین است افغانستان برش مساعد ترین منطقه است در 13 سال گذشته چین در افغانستان دستاوردهای داشته مثل که لوگر را چین گرفت نفت سرپل را چین به حساب استخراجش بدوش گرفت یعنی چین را یک مختار عریض کرده در منابع طبیعی افغانستان و در سیاست های افغانستان بنابراین این نقطه امیدی است که اگر این مدیریت را دولت ما حکومت ما صحیح مدیریت کرده بتانند اونمو به حساب خطر تروریسم را یا به حساب اما اهمیت افغانستان را در منطقه اهمیت آرامش منطقه را, را با طرف های به حساب شریک ماجره های افغانستان تلقیم کرده بتانه امیدواری است که ما بتانیم به اونمو سلی را که سال هاست دنبالش میگردیم با او آقای خیلی خوب چین وعده سپرده که تمام جناهای درگیر در افغانستان را به میز مذاکره میکشانه حالا یک نوع قدرت چین بر جناها را هم نشان میتونه بده به نظر شما چی معنی را میتونه افاده بکنه و امروز هم خبر از پاکستان میرسه که وزارت داخلی پاکستان لست تمام گروه های حراس افغانی در پاکستان را خواستند و خواستاری شدند که ممنوع شود حراس افغانی در پاکستان آیا واقعا چین هم دست در این کارها داشته یا نه یا ای که از طریق پاکستان میتونه یک نوع فشار وارد بکنه در اول خب دولت افغانستان الحمدلله یک دولت است و حکومت است و بخش مختلفش مختلف شست. از جانب تمام اعضاب یا مثلا قدرت هایی که در داخل افغانستان خوشبختانه در چوکات یا چارچوب دولت وحدت ملی است که از او امو حکومت ما رئیس جمهور ما دکتر محمد اشرف غنی یا تیمی که اونا به مذاکرات چین معرفی میکنه نمایندگی در واقع افغانستان رو تمثیل میکنه او در مورد به حساب جانب پاکستان که پاکستان گروه توریستی تروریستی یا طالب یا شبکه های مختلف اقاری و کیوکی کی و که کی، کی در موضوعات افغانستان نقش دارن اینا را زیر یک چتر میاره و اونا رو به حساب وادار به گفتگو میکنه و یا تاثیرگذاری چین چقدر ای هست؟ در این موضوعات است پیشتر گفتیم که تاثیرگذاری چین بالای پاکستان فوق العاده نسبت به هر کشور زیاد است در این حال چین در ماجراهایی که مثلا در سی چل سال پسین در منطقه بوده یکی از طرفها بوده در زمان جهاد کشوری بوده که از جهاد مردم افغانستان دفاع کرده بود کمک های تسلیحاتی مالی بر نیروها می کرد و یکی از چین یکی از استخبارات خیلی پیشرفته را در منطقه داره به احتمال قوی و احتمال زیاد شاید چین یک مقدار نفوذ را البته شاید با استخبارات در با استخبارات پاکستان و ایسای شاید بالای یک سری از گروپ های طالب ها که اونا نقش دارند در آوردن جنگ یا به حساب آوردن سال یا بی‌نظم کردن منطقه احتمالا از اون نفوذشم چون پادرمیانی خودش است که پادرمیانیش نتیجه داشته باشه شاید از اون نفوذشم هم در مذاکرات شاید استفاده بکنم خب خطری هم وجود داره که چین در این میانجیگری که میان افغانستان و پاکستان داشته بیشتر طرف پاکستان قرار بگیرن نسبت به روابطی که با پاکستان داره آیا راه کرده وجود داره تا ای که مانع همچون کار کار بتونیم شویم و بر افغانستان هم در حد توازن زوج و صورت بگیره متاسفانه دو تا نقطه است که ما ایرا نمیتونیم از این پوشی بکنیم یک نقطه ای است که تاثیرگذاری پاکستان بالای طالبا صد درصد اگر نیست افتاد اشتاد نوت درصد هست یعنی طالب با این امی که توانمندی بدمسازی افغانستان را دارن این ایر پاکستان میتونه مدیریت بکنه پاکستان سمت بته پاکستان مرزینا فکر بته پاکستان مرزینا زینا خط نشان بکشه و نشان بته یعنی تاثیر پاکستان بالای از است که ما متاسفانه او تاثیر رو هم نداریم و در 13 سال گذشته هم این تلقین را در طالب وجود با وجود آورده نتانستیم که ما با قدرت با بایزاب توان نظامی شما را سرکوب کرده میتونیم شما را از افغانستان دامن برمیچینیم شما را مثلا از افغانستان پاکسازی میکنیم کار را نتانستیم حالی که تاثیرگذاری پاکستان بالای طالب است پاکستان هم در ساده دینی ای تاثیر گذاری را که داره طالب را منایسی اگر عربه منایسی وسیله برای رسیدن به منافیش ای امایت میکنه یا مثلا پدیده به نام طالب را به وجود آورده پروس را دوام میته اهداف خود را دنبال میکنه ما در حدی هم نیستیم که با حساب چمپوشی بکنیم یا مثلا تفره بریم یا اغماس کنیم که این موضوعاتی را پاکستان میخواد یا دلایل یا علتی که موجب مداخله پاکستان در افغانستان شده روی ازی بس نکنیم بنابراین ما یک مختار در مذاکرات شاید مو بازنده بوده باشیم به با این معنی که پاکستان مشخصا چند موضوع را دامن زدن جنگ ها در افغانستان دنبال میکنه یکی از اون موضوعات خط مرزی بین پاکستان و افغانستان بنام دیورند است دو موضوعی هست. موضوع ها به سی موضوع رئین در منطقه است که پاکستان از یه جدا نگران است چهارم پاکستان کوشش میکنه که از منابع سرشار طبیعی یک نق یا به حساب یک امتیاز ویژه داشته باشه استثنایی داشته باشه مثلا یکی از معادن افغانستان به قراردادی داده میشه زمانی که پاکستان علاقمند میشه در این قرارداد شرکت میکنه باید ما در جانب پاکستانی را دهی قرارداد امتیاز بتیم و اونا الا که برنده بوده باشن یا مثلا آل یک دو سه موضوعی را که خواسته بود رئیس جمهور ما برای اصل موضوعات را در واقع در حال عملی کردنش عملی کردنش است یکی از او آموزش نیروها یا افسرای افغانستان در پاکستان است که یک بخش بسیار کوچک در ایبتابات پاکستان میرن تعلیم میبینن یا ای که تعلیق خریداری مهمات یا تسلیحات نظامی از این دیرم ریجمان یعنی این امتیازگیری های به پاکستان بله پاکستان امتیازگیری را میکنه ما این زمانی که ببینین حال یک واقعیت تلخ است خواسته باشیم ما صلح در افغانستان بیاریم در مقابل اینمی جنگ بدامنی کشتار انتار، انفجار ما گزینی سل را انتخاب کنیم مجبور هستیم از یک سلسله به حساب خود بگذاریم و یک سلسله امتیاز رو بتیم چون ما کشور هستیم چل سال در آتش جنگ سوختیم تمام زیربناها تمام موضوعات ما متاسفانه امروز قابل و مقایسه با پاکستان نیست و امروز تقریبا تصمیم را در منطقه دنیا و کشورهای قدرتمند دنیا میگیره ما حد اکثر تلاش را برای منفعت ملی خود بکنیم اگر حداقل به حساب دستاور درم داشته باشیم به نظر ما یک گام مثبت خواهد بود خب شما از امتیازگیری ها و رفتن افسرهای افغانستان به با پاکستان برای تعلیمات یاد کردین و به یاد حرف های از رئیس, رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان آقای صالح رسیدیم امرالله صالح در گفتگویی که باریانا نیوز داشتن گفتن که فرستادن افسرهای افغانستان به پاکستان میتونه یکی از بزرگترین اشتباه های دولت افغانستان باشه و با حالا خوشبین نیستن در مورد ای که چین بتونه میانجیگری زیادتر را بکنه و اگر چین در این میانجیگری نقش بیشتر داشته باشه بر افغانستان فکر میکنن مفید نخواهد بود شما در این مورد چه نظریات خب یقینا ما خداوند کشور ما را سرزمین ما را دولت ما را قادر به ای بسازه که ما خود ما توانسته باشیم آموزش چی در بخش ملکی چی در بخش نظامی افسرای خود را یا معسلین خود را خود ما ای توانمندی را داشته خب شو. حالا ما, ما ای توانمندی نداریم ای توانمندی را نداریم ما ببینیم آل افسرا یا سر سربا... مو صاحب منصبا امی مسئولین نظامی به امریکا میره تحصیلات خود را با حساب و ادامه میتوه و تکمیل میکنه میره به آلمان میره آکزا یا مثلا به هند میره آکزا پاکستان هم به دلیل از که در منطقه در منطقه امسایه ماست یعنی استنیت نشان داده باشه یکی شروطش امی آموزش نیروهای امنیتی افغان بوده که خود ازی در ظاهر میتونه خیلی خطر آفرین بوده باشه چرا پاکستان نیروهای نظامی ما را علاقه است که اینا را تعلیم بده احتمال از این میره که در طولانی مدت اینا جذب موی استخبارات پاکستان بوده باشند یا نفوذ بر بالای از اینا یا کار بالای از اینا صورت بگیره فردا که داخل افغانستان میشن که کار بر افغانستان بکنن کار به پاکستان بکنه ما فکر کنم که درست است نگران این نگرانین آدم تصورم کرده بتونه میپذیرم اما ما پیشتر گفتیم که توانمندی که خود ما نداشته باشیم یک مختار شروطی که تقریبا خطرش کمتر است و را بپذیریم تا ما با صلح برسیم یک موضوع موضوع دوم زمانی که یک کسی با, با دوستی داشته باشد انگیزه به حساب ملی و انسانی داشته باشد هیچگاهی ولو که در اسرائیل هم اگر تحصیل بکنه و مسلمان واقع افغان واقعی، از آب و نان و هوای وطن افغانستان استفاده کرده باشه ولی که هر جایم باشه وفاداری خود را در مقابل نظامش، در مقابل مردمش حفظ میکنه در مقابل سرزمینش حفظ میکنه و بودن اوزو در حساب تحصیل کردن اوزو در کشور سالس یعنی ای خدای نخواسته فردا دست آله بیگانا می باشه و قدر ما به نظر های درونی از اونا و وطن پرستی هر فردشان داشته باشه من... خب یکی از عوامل پیداگوژی یا علم تعلیم تربیت محیط است عامل خیلی مهم که میتونه تاثیرات خودش داشته باشه آیا این تاثیراتی که اندک هم روی صاحب منصب یا دیگر نظامی های افغانستان داشته باشه میتونه که صلح دراز مدت افغانستان به خطر مواجه بکنه اگر مواجه بکنه چی راه کرده باید مد نظر گرفته شه حالا نمیتونیم چشم پوشی هم از این تاثیرات داشته باشیم از نظر پداگوژی گفتیم که تاثیر محیط بالای انسان درست جدی بگیریم حداقل سایه منصب افسری که به پاکستان فرض مثال به تحصیل میره 25 سال از عمرش به حساب در افغانستان سپری کرده یعنی محیط و ماحول و یعنی روانش کاملا این از اینمی شخصیتش از اینمی محیطی که در 25 سال ایجا پرورش یافته او شکل گرفته ما فکر نکنم در مدت کوتاه و یک سال و دو سال و سه سال و چهار سال این شخصیت و این کرکتر یا ای روانش تغییر بکنه خوب این بسره او قدر چی نمیگیریم خداوند توفیق بوده به اون افسرای کو طرف میره ما او قدر نگران نیستم که افسرای به وجا تعلیم کنن تدریس کنن اونا فردا بر افغانستان و آینده و دورنمای افغانستان و سول افغانستان خطر آفرین بوده باشه خیلی خوب یعنی خوشبین هستین نظر به این موضوع و ما میتونیم یک نوع از آموزش های علمی پاکستان هم استفاده داشته باشیم در عرصه نظامی خوب حالا دو اقتصادی که در جهان هستن آمریکا و چین در میان خودشان هم در باطن یک نوع رقابت وجود داره که را نمیتونیم چشم پوشی بکنیم حالا فکر میکنین نزدیک شدن به چین بتونه تاثیرات سوی روی روابط افغانستان با آمریکا داشته باشه یا خیر یقینا رقابت های دنیا در افغانستان محسوس است هر کشور و هر قدرت کوشش میکنه جایگاه و به حساب موقف خود را داشته باشه و من، منفعت من، من کشور خود را داشته باشه نتایج متاسفانه احتمال از این ما توجه نکنیم منفعت ما به خطر بیفته منافع مردم افغانستان و زیر پا شود اما یک چیز را هم درک کرده میتونیم که امروز امریکا امروز غرب موضوع افغانستان یک موضوع جدی فکر میکنه در 13 سالی که در افغانستان از نقطه نظر مالی تسلیحاتی بشری در ایجا کمک کردن در پایان کار اینا اما دستاوردهای خود در خطر میبینند در پایان کار میبینند که اینا اگر افغانستان حمایت نکنند در کنار افغانستان نباشند پس افغانستان به اونم نقطه صفر خود میرسه پس اونم وضعیتی که قبلا طالبا کوم بود قبلا القائدا کوم بود دیگر بیسا و قرارگاه ها و پایگاه ها و اردوگاه ها و تعلیمگاه های طالبا شده بود احتمال از بین ده برابر خطر بیشتر از با ظهور و با اینمی شکل گیری پدیده بنام داشت بنابراین دنیا غرب امریکا به نظر ازر اختامی که برای آوردن ثبات و صلح در افغانستان و کمک بکنه و در پیامد از او در منطقه به شاید ایره با امایت بکنن از این پشتیبانی بکنن نه که به حساب را یا در واقع جلوگیری بکنن یا به بنابر رقابت هایی که مثلا با چین دارن این پروسه را خراب بکنن ما فکر کنم نه اومو تخریب پروسه نیست بلکه تحکیم و یا امایت از این پروسه ها اولویت سیاست خارجی امریکا و کشورهای غربی و منطقه خب یعنی مفاد امریکا هم در دوستی با چین هست و امتیازهای از اونها هم میتونه بیشتر شود تهدید کمتر به خود امریکا خب حالا دولت افغانستان باید چی راه کرده داشته باشه تا که بتونه هر دو کشور چین و امریکا را من حیث افغانستان استفاده خوب داشته باشه و روابط با هیچ کدام به نحوی بد صورت نگیره ما یقینا ما از این و فرصتی را که دنیا ایجاد کرده ای را به نو حسنش استفاده بکنیم که خوشبختانه ای راده و ای, ای در واقع تصمیم را در وجود دولت مردا و خاصتا رئیس جمهور و تیم حکومت ما میبینیم را در گذشته رئیس جمهور کرزه بنابر اختلافاتی که با امریکا در اواخر حکومتش پیدا کرد خیلی روابط تنشالود شد بین امریکا و افغانستان قطعاً و کشوری که ما از هر حیث محتاج هستیم و به حساب به این داریم این تنش ها و این موضوعات ما را به سایل مقصود نمی بنابراین اول خواهی این حفظ روابط هست و در این حال اقانیت ما هست اقانیت ما به این معنی که افغان ها شایسته آرامش هستند شایسته پیشرفت هستند شایسته به حساب رفاه و آسایش هستند سال هاست که ما در آتش جنگ می سوزیم دون. ما منعیس و خانواده, جامعه جهانی حق داریم در مساله در, زف... در واقعی در فضای سل آرامی زندگی بکنیم منعیس انسان ها پیشرفت تجربه بکنیم دولت داری خبر تجربه بکنیم این موضوعات را دنیا مکلف است بنابراین عامل ای بدبختی ها در افغانستان کی از مشخص پاکستان است اونها فشار خود را به حساب طرف به چین مثلا با, با پاکستان رابطه نیک داره یا امریکا بر قدرت است ببینید حالا ایران مثلا از سیاست های مو اتمی خود ایمایت میکنه و دست به حساب خط نشان دنیا سرکشی میکنه تحریم های وضع میکنه که خیلی به حساب تاثیرگذار است بنابراین دنیا صادقانه در کنار مردم افغانستان استادگی بکنه که وظیفه دولت است که ایره باید مو از روابطش شروط یکی از روابط نیک با کشورهای نیم بوده باشه که از منفعت و منافع افغانستان دفاع شوه و فشار لازم را بر آوردن ثبات سل بالای پاکستان باید به با کار, با کار گیری شو. خیلی خوب اه, کشور پاکستان و دولت پاکستان روابط خودش با امریکا و چین در حالت نگه داشته که با هر دو روابط استراتژیک خوبه داره حالا فکر میکنین در 13 سال که گذشت امریکا هم در تلاش حمایت از دولت افغانستان بود اما اگر خیلی کوتاه بگین چرا تلاش امریکا نتونست تاثیرات روی دولت پاکستان و نیت پاکستان نسبت به افغانستان داشته باشه ما فکر کنم که رابطه را که چین با پاکستان داره و رابطه‌ای که امریکا با پاکستان داره حداقل در دا شرایط امروزی قابل مقایسه نیست چون امریکا امروز درک کرده که یکی از آمیای اصلی تروریسم و افرادگرایی در منطقه در پاکستان است بعد از کشته شدن با حساب حساب لادن بیخی مشخص شد و بعد از او تمام رهبرها و سرای پاکستان امروز سیاهی میدانه که در کدام شهر است و مصروف چیکارایی است بنابراین دیدگاه و طرز دید امریکا نسبت به پاکستان تغییر کرده او و حمایت و را قبلا از پاکستان داشت نداره بنابراین پاکستان با امریکا صادقانه در پروسه رفتار نکرد ما نتیجه نداشتیم ما امیدوار هستیم که آینده با تجارب گذشته با باید از راهکارایی که انتخاب کردیم را موفقانه به پایان بررسید سپاس از شما آقای طاهر چیزی که در بحث حضور داشتین و امیدواری های بر مردم افغانستان در مورد مذاکرات دادین بیننده عزیز از شما هم سپاسگزاری میکنم از اینکه بحث مذاکرات در سه جانبه افغانستان چین و پاکستان را دنبال کردین و حالا هم صبور همکار ما در استودیوی خبر با ما هست سلام بر شما و چه خبرهایی از امروز داریم کام الله تعالی چطور دیدم محترم و پروانه واند نکلا خبرون هم چمتود چتر ویلانی دمی ورسته ګور سره thank you